درودی سرشار از مهر خدمت تمام همیهنان هم شریف و آزادی خواهم به اولین برنامه خبری امروز از کانال کیوس که خوش آمدید در دقایق پیش رو با خبر و تحلیلی مهم در خدمت شما هستیم از همپاشیدگی نیروهای جمهوری اسلامی با یک کتلت دیگر خامنه ای به بنبست رسیده رضایت کامل مقامات جمهوری اسلامی به سفر پرنستار آمریکایی به ایران اما قبل از این اخبار داغ از شما همیهنان عزیز می که همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید همچنین با نوشتن دیدگاهتون در ارتباط با این اخبار یاری رسانه تیم پرتلاش کیوسک باشید در ابتدای برنامه امروز دعوت می کنیم تا ویدیویی ببینید از زکریایی مجری بیسواد و مالکش جمهوری اسلامی که این گونه به دزدی و مالکشی افتخار می کند اینجا همایش سایبریهای رژیم در مشهد است به همین دلیل مردم از شما متنفر هستند که پول مردم فقیر را هزینه مالکشی حکومت و دولت شش کلاسی می کنید. کسی که می ترسه پای آرمان ها وایسته و دستاورت ها رو بگه کسی که می ترسه خودش رو انقلابی نداند به ما میگن مالکش بگن مالکش نظامی با افتخار مالکش دولتی با افتخار پروژه بگیری نوش جونم خودتو مرور کن پیجتو مرور کن صفحاتتو مرور کن عمل مرور کن ببین از اول دولت رئیسی تا الان چند تا دستاوردشو به مردم گفتی در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم از هم پاشیدگی نیروهای جمهوری اسلامی با یک کتلت دیگر خامنه ای به بنبست رسیده در روزهای اخیر و با حمله سراسری آمریکا به مواضع نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه حکومت خامنه ای به از هم پاشیدگی در جبهه مقاومت دچار شده نیروهای یمنی روزانه توسط ارتش آمریکا و بریتانیا بمباران می‌شوند. مقاومت عراق دوچار جنگی داخلی شده و تعداد زیادی از رهبران آن یا توسط آمریکا کشته شدند یا توسط گروه های رقیب اوضاع آنقدر پیچیده شده که وزارت خارجه رژیم هر روز ملتمسانه از غرب میخواهد تا حملات علیه حوسی ها و نیروهای تروریستی عراقی را متوقف کند منابع عراقی روز دوشنبه پنجم فوریه برابر با 16 بهمن ما گزارش دادند که ناجی الکعبی از فرماندهان امنیتی شبه نظامیان اهل حق در یکی از استانهای جنوبی عراق توسط افراد ناشناس ترور شده است وی شبانه در حالی که مشغول رانندگی بود هدف گلوله قرار گرفت ساعتی پس از اعلام خبر ترور الکعبی ده ها نفر از شبه نظامیان هشت و شعبی در اماره به خیابانها ریخته و با شلیک تیر هوایی علیه عاملان این اقدام شعار دادند برخی منابع گزارش می‌دهند که بین اعضای شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی درگیری شده است. الکعبی نقش مهمی در حملات راکتی و پهبادی علیه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و مرز سوریه داشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور الکعبی را بر عهده نگرفته، اما اشیره وی در شبکه های اجتماعی اعلام کرده است که از آمریکا انتقام خواهد گرفت. همزمان دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا در یک سخنرانی جدید گفته بریتانیا باید سریح ترین پیام پیام‌های ممکن را به ایران بفرستد و اعلام کند که اقداماتی که از طریق گروه های نیابتی خود انجام می‌دهد قابل تحمل نیست در شرایطی که رژیم ایران هرگونه دخالت در حملات شبه نظامیان را تکذیب می‌کند کامرون در مصاحبه با ساندی تایمز گفت من با وزیر خارجه ایران دیدار کردم و گفتگوی بسیار جدی داشتم که در آن گفتم این حملات توسط نیابتی های شماست و نمی توانید از خود سلب مسئولیت کنید. کامرون به حسین امیر عبداللهیان تاکید کرده البته شما می توانید ادعا کنید که آنها تا حدودی استقلال عمل دارند اما شما آنها را ایجاد کردید از آنها حمایت کردید از آنها حمایت مالی کردید به آنها اسلحه دادید و در نهایت در قبال آنچه آنها انجام میدهند پاسخگو هستید دیروز بیش از صد نماینده مجلس بریتانیا از ریشی سوناک نخست وزیر این کشور خواستند تا در مقابل جنگ طلبی رژیم ایران با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اقدام متناسب انجام دهند این نمایندگان به نخست وزیر محافظهکار بریتانیا هشدار دادند ما در قبال رژیم ایران به یک استراتژی جدید نیاز داریم روزنامه ی تلگراف شنبه سوم فوریه برابر با چهاردهم بهمن گزارش داد در بیانیه‌ای که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس رسیده هشدار داده شده است که در میان درگیری های رو در خاور میانه رژیم تهران سر مرست و سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم و جلوگیری از صلح استفاده می کند. رضایت کامل مقامات جمهوری اسلامی به سفر پرنستار آمریکایی به ایران ویتنی رایت هنرپیشه آمریکایی فیلم های پرن و مدافع فلسطین اکسایی سفرش به ایران را منتشر کرده که خبرساز شده است. کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار تصویر محسا یا ژینا امینی در کنار رایت درباره سیاست یک بام و دو هوای روحانیون حاکم بر ایران نوشته و گفتند روز پنجشنبه 11 بهمن 1402 استوری های ویتنی رایت در کاخ گلستان و مقابل و داخل سفارت سابق ایالات متحده در تهران توسط کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی بازنشر شد تصاویری که حین انتشار آنها نوشته بود اگر قانون را رعایت کنید ایران کشور امن نیست این تصاویر البته بدن حذف شد و او در پاسخ به اعتراض گسترده مخاطبان فارسی زبان نوشت که کامنت ها بسته شده زیرا انتشار عکس های سفرم در ایران به معنای سهه گذاشتن بر حکومت نیست رایت در حالی از رعایت قانون و امن بودن ایران نوشته که روزانه بنا به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی صدها زن ایرانی پیامک حجاب میگیرند و برخی هم آنچنان که در ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی مشهود است در خیابان تحقیر و حتی ضرب و شتم از سوی دیگر او در شرایطی به ایران سفر کرده که در ماههای اخیر کشورهای آمریکا کانادا و برخی از کشورهای اروپایی به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار دادند همچنین دهها شهروند کشورهای غربی و دو تابعیتی در یک سال و چند ماه اخیر در ایران بازداشت و با اتهام سنگین جاسوسی مواجه شدند در واقع ویتنی رایت آمریکایی در میانه پرتنشترین روزهای رابطه ایران و آمریکا به ایران سفر کرده است عکس که ویتنی رایت تا به اینجای سفرش از ایران منتشر کرده با عکس از دیگر نقاط جهان حتی با کشورهای دیگر خاورمیانه متفاوت است او در آن کشورها در حال تفریح بوده ولی بازدیدش از ایران از مکانهای خاص بوده که نشان میدهد در آستانه مراسم حکومتی 22 دو بهمن با هدف خاص و سوی بخشایی از حکومت برنامه ریزی شده بوده است. سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه لورین در فرانسه گوید که این هم جز رفتارهای متناقض حکومتی است که خودش را نماینده اخلاق مسخری ناب می داند. ولی همزمان اشکال مختلف بی اخلاقی سیاسی و سیاست های ضد نقیز را دنبال می کند. این استاد دانشگاه اقدامات دولت ایران در نمایش زنان به اصطلاح بر هجاب را در زمان انتخابات یا مراسم عزاداری، ریاکاری و استفاده ابزاری از همه چیز توصیف کرده و میافزاید نشان میدهد که مسئله هجاب یا انضباط جسم و تن که تا این حد برای سرکوب زنان از آن استفاده می کنند پیش از آن که مسئله مذهبی و واقعی قدسی باشد مسئله نمادهایی است که به اقتدار حکومت معنا میدهد پیوندی سفر ویتنی رایت را فراتر از ریاکاری و استفاده ابزاری میداند و میگوید به طرفش رفتند تا تصویرشان را در دنیا عوض کنند و این چهره امروزشان را که متعصب و خشن است تغییر دهند و بگویند ما با همه جور آدم میتوانیم کنار بیاییم او تاکید میکند حکومت دنبال چنین سفیرهایی میگردد بیایند در ایران تا برعکس چیزی را که زنان ایرانی به آن اعتراض دارند و علیه آن شورش کرده اند به دنیا بگویند و آن اثر منفی که سیاست های حکومت در نزد افکار عمومی دنیا به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی گذاشته تخفیف دهند یاران و همراهان عزیز به انتهای این بسته خبری از کانال کیوسک رسیدیم امیدوارم که این خبرها مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا یک بسته خبری دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگار بر وفق مرادتون و پاینده ایران